سی و کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در تهران در حالی به کار خود پایان داد که امسال شاهد تحریم این کنفرانس از سوی برخی از چهره سرشناس و برجسته اهل تسنن در ایران بود علت این تحریم واکنش تند حکومت ایران به اعتراض یک ماه اخیر در شهرهای مختلف ایران بوده است همکارم هیدر مجید گزارش می دهد امسال هم مانند سالهای گذشته کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در تهران برگزار شد کنفرانسی که سی و ششمین دوره خود را برگزار کرد اما باز هم به نظر میرسد به دلایل متعددی به اهداف خود دست نیافته است. مقام های در ایران در 36 سال گذشته با هزینه کردن میلیاردها تومان از پول بیت المال و برگزار کردن دهها کنفرانس مشابه تلاش کرده برای وحدت بین مذاهب اسلامی گام بردارد اما در تحقق این امر ناموفق بوده است علت عدم موفقیت را می توان چندین عامل برشمرد که در این نوشتار پرداختن به همه آنها مجاری نیست اما شاید بتوان یکی از مهمترین این دلایل را عدم صداقت مقام های ایرانی در این موضوع دانست. مقام های ایرانی از یک سو دم از وحدت میزنند اما از سوی دیگر بدترین رفتار را با مردم خود دارند. حکومت ایران خود را پرچم وحدت می اما بین افراد، احزاب و جریان های مختلف در جهان اسلامی فرق می گذارد و تبعیض قائل می شود. حکومت برای دستیابی به وحدت با عهد تسنن و دیگر مذاهب اسلامی تلاش می کند. اما در همین حال بسیاری از مراجع، علما، فقها، خطبا، طلاب حوزه های علوم دینی در جهان تشیع را مورد انواع ظلم، ستم، شکنجه، حصر خانگی و دیگر انواع رفتارها و اقدام های ناهنجار قرار داده است. مقام های تهران در دستیابی به وحدت شیعه ناتوان ماندند. و حتی برای تحقق این امر گام بر اما مدعی سعی و تلاش برای وحدت با پیروان دیگر مذاهب به خصوص اهل تسنن هستند اهل تسننی که بخش زیادی از آنان تندرو هستند و با پیروی از اعتقادات و افکار بزرگان منحرف خود مانند ابن تیمیه دست به کشتار میلیون ها شیعه و انسان دیگر در سراسر جهان زدن. دوگانگی حکومت ایران موجب شد که امسال برخی از چهره های سرشناس اهل تسنن این کشور مانند مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه مسجد مکی زاهدان و عبدالصمد ساداتی، امام جمعه شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان کنفرانس وحدت را تحریم کرده و در آن حضور نیابند. عدم حضور این افراد به منزله شکستی دیگر برای تهران در مسیر دستیابی به وحدت اسلامی است